برای صحبت بیشتر در این خصوص دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر الفت، با توجه به افزایش آمار فقر در ایران و عدم تناسب میان حقوق و هزینه های زندگی، به نظر شما چه راهکارهای عملی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های زیر خط فقر کمک کند؟ سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. اگر خاطرتون باشه تو چند تا مصاحبه گذشته هم من عرض کردم که به هر حال هزینه هایی که نظام جمهوری اسلامی داره برای اقداماتش و تروریسمی که حالا حمایت میکنه و جنگ طلبی هاش، اینا باعث میشه که درآمدهای کشور که درآمد کمی هم نیستش، ما نسبت جی دی پی مون را اگر به قدرت خرید مردم در نظر بگیریم، به عنوان قدرت خرید ویژه شاخص به عنوان، میبینیم که با هم دیگه تناسبی ندارند. همین رو ما داریم در درآمد مردم و سبد هزینه هاشون ببینیم و دولت هم و حکومت هم برای تأمین اون هزینه های اقدامات نامتعارفش در سطح دنیا متاسفانه داره از اهرمی به نام افزایش قیمت ها استفاده میکنه، افزایش قیمت ارز رو در دستور کارش انجام میده و کسری بودجهش رو از جیب مردم تأمین میکنه و بانک ها هم عملا الان علارغم قانون پولی بانکی که اونها رو محدود میکنه، ابزاری شدن برای تأمین منویات دولت. حالا راهکار چیه؟ من سال گذاشتم خدمتتون عرض کردم قبل از عید بلش مصاحبه داشتیم، گفتم راهکاری وجود نداره جز تغییر دیدگاه سیاسی در اقتصاد و تغییر رویکرد ایران در منطقه. نمیتوان همه این هزینه ها رو کرد و انتظار داشت اشتغال افزایش پیدا کنه. الان اشتغال کاذب که ماشاءالله زار ماشاءالله خیلی بیشتر از همه چی هستش و درآمد مردم بله. سپاس از شما دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.